این آمپول تبش رو پایین میاره. خیلی سردمه. طبیعیه، حالت بهتر میشه. پتو بندازم روش؟ نه، فقط یه چیز سبک بنداز روش. حالت بهتره؟ بله. من بعدن برمیگردم. سعی کن بخوابی پسرم، من یه کاری دارم، میرم و برمیگردم. دکتر باید زودتر به بیمارستان منتقل بشه. یعنی حالش خیلی بده؟ الان نمیتونم چیزی بگم، باید چند تا آزمایش انجام بده، ولی میدونم که ریه‌اش مشکل داره. وقتی از قسمت دهان شروع به خونریزی میکنه یعنی وضع خوبی نداره و باید منتقل بشه. کاری از دستمون بر نمیاد، ما هنوز اول راهیم. الان با سواربک صحبت میکنم، باید خودمونو به نزدیکترین اسکله برسونیم. نزدیکترین اسکله تالینه، میتونیم اونجا پیاده شیم، ولی فکر کنم از بیمارستان خیلی دور باشه. اشکالی که نداره، باید زودتر دست به کار شیم. بعد از اینکه اونجا درمونش کردیم دوباره برش میگردونیم همینجا؟ اون نیاز به یه دوره درمانی طولانی داره، نمیشه با خودمون برش گردونیم. یعنی انقدر اوضاعش خطرناکه؟ من اینطوری فکر میکنم. من میرم پیش سوار بگ، منتظر جوابم باش. باید به بیمارستان منتقل بشی پسرم، نگران نباش، تو درمون میشی. خدا بزرگه. خیلی ممنون. ممنون نوشا جان. سهیلا، به کاتیا بگو ویتامینای منو بیاره. باشه، حتما بهش میگم. خوشحال تلاشو انداخته. اون گردنبند و کاپیتان رضا واسش انداخت گردنش، اون علنگو هم فامیلاش واسش خریده. آفرین. راستی سمر، دیگه نمیتونم اون گردنبندو بندازم، معذرت میخوام. مهند از گردنش کشیده. چطوری پاره شد؟ میخواستم درش بیارم، یه دفعه پاره شد، خیلی نازک بود. کار خوبی کردی، زیاد ازش خوشم نمیومد. خب بدش به من، درستش میکنم. یادم نمیاد کجا گذاشتمش. نه حال، من واسه قشنگترشو میخرم. مهند گفت آفرین. کسی از شما برنامه خاصی برای سال تحویل نداره؟ من که هنوز برنامه ریزی نکردم. تو چطور؟ نظرتون چیه؟ همه با هم بریم نیویورک؟ من چه میام؟ منم همینطور. عالیه. سرده ولی به رفتنش میارزه. سمر تو چطور؟ فکر خوبیه، باشه بریم. به خواهرت بیسانم میگیم بیاد، فکر کنم هنوز وقت زایمانش نشده. باشه خوبه. وای، همه با هم میریم مسافرت، عالیه. خوشت نیومد؟ نه چرا خوشم اومد، همین که هممون با هم یه جا جمع میشیم خودش کلیه، ولی دوست دارم دوستامون هم دعوت کنیم، البته دوستای خیلی نزدیکمونو. تو رو خدا اسم اروا خانومو جلوی من نیار، مثلا جولیا خانوم و فریال و کمال بیک. خوبه هر جور تو دوست داری. تحسین وزیرم حتما دعوت کنیم، آخه خیلی به خیریه کمک کرده. فکر خیلی خوبیه. آره منم باهاتون موافقم. آدم وقتی کم خواب شه خیلی عصبی میشه. این روزا خیلی زود از خواب بیدار میشیم.
صبح بخیر. مادمازلم با همون میاد. قراره امسال واسه سال تحویل بریم نیویورک. خودتو آماده کن که با همون بیای. عدنان بیک، میتونم با هاتون صحبت کنم؟ آره حتما. چیزی شده؟ بریم تو دفتر صحبت کنی. جریان چی؟ ببینم چه شده. نمیدونم، تو از اتاقش در اومد مستقیم اومد بالا. نه حال بیا اینجا، شاید بخون تنها صحبت کنه. میشه بیام تو؟ چی شده؟ همونطور که میدونین من داشتم از چند سال پیش دنبال پدرم میگشتم. نکنه پیداش کردی؟ از کنسول یری خبری اومده؟ دیشب از بیمارستان بلیون تماس گرفتن، گفتن که فوت کرده. مادمازل خیلی ناراحت شدم. غم آخرت باشه. واقعا متاسفم. غم آخرتون باشه. به پرستارا گفته که میخواد تو پاریس خاک بشه. اونا هم داشتن دنبال یکی از نزدیکانش میگشتن که به من زنگ زدن و خبر دادن. حالا قراره فردا جنازه رو ببرن پاریس. در این صورت پس فردا هم مراسم خاک سپاریه. اگه اجازه بدین میخواستم. این حرفا چیه؟ باید بلافاصله بری. این همه سال بی خودی دنبالش میگشتم. منم همراهت میام. نه لزومی نداره. بابا منم میخوام برم. باشه عزیزم برو. توی موقعیت نمیشه تنها باشین. ممنون. میرم چمیدونم آماده کنم. میگم براتون بلیط رزرو کنن. چه میخواییم برین؟ ای کاش میشد همین الان اونجا باشم. خب همین امروز میری. اگه نشد فردا صبح زود. باشه. ما یه خانواده ایم. اگه اجازه بدید همه مخارج رو به عهده بگیرم. خیلی ممنون ولی مایلم که خودم این کار رو انجام بدم. از اگه چیزی لازم داشتید حتما به این بگید. حتما. خدا رحمتش کنه. شده. پدرش فوت کرده. مگه حالا زنده‌ست؟ چه فرقی واسش داشته؟ خدا بیامرزتش. ای خدا خیلی ناراحت شدم. کی بهش خبر داده؟ اصلا از کجا پیداش کردن؟ از کنسولگری بهش خبر دادن. اونجا تو مدارکش نوشته شده که دنبال پدرش میگرده. حالا که مرده پیداش کردن. چند سالی هست که داره دنبالش میگرده. خیلی سخته اینجوری پیداش کنه. خیلی سخته. منم میخوام باهاش برم. نمیخوای سال تحویل پیشمون باشی؟ نه میخوام تو این موقعیت کنارش باشم. نمیتونم تنهاش بذارم. مهند بهتره تو هم باهاش بری. نمیتونیم تنها بفرستیمش. آره فکر خیلی خوبیه. منم باهاشون میرم. خوبه. لزومی نداره. ممکنه اونجا براتون مشکلی پیش بیاد که نتونید حلش کنید. بهتره مهند باهاتون بیاد. ولی مادمازل حتی راضی نیست من باهاش برم. الان خیلی حساسه. به نظر من لازم نیست بیای. شاید اون نتونه کنارتو راحت باشه. فکر کنم اگه نیای بهتره. بذار من باهاش صحبت میکنم. باشه؟ نه خواهش میکنم بابا، اصلا لازم نیست مهند بیاد. اما اینجوری خیال من راحت تره. لازم بود زنگ میزنم بیاد. باشه من میرم براتون بلیط رزرو کنم.
منم میرم کارامو بکنم. باشه. یعنی این واقعا جنازه پدرمه؟ بابا، بابا یعنی قشنگترین کلمه دنیا که هیچ مترادفی نمیتونی براش پیدا کنی. من خیلی اینجا غریبم. تو زندگیم یه گم شده داشتم که دنبالش بودم. دیگه هیچ وقت پیداش نمی کنم. سب کنم و سلیمان سنگی نوایس کمکتون کنم. خودتو واسه من قهرمان نکن، برو کنار، الان کمر درد میگیره. برای اینجوری که شما هم کمر درد میگیری؟ استغفرالله، تو برو آماده شو، الان دیرت میشه، برو. فراموش نکن چی گفتم، کمدمو هر روز مرتب میکنی. اگه فراموش کنی ناراحت میشم. نگران نباشین خانم. عدنان بیک و مراد آماده؟ هنوز بالا هنه، الان میان. پس چرا گذاشتی این همه عجله کنم؟ میشه بگی چرا اینقدر استرس داری و ناراحتی؟ شاید به خاطر راهمونه. خب نکنه از این که تحسین عزدیر دعوتمونو رد کرده ناراحتی مامان. دوباره شروع کردی؟ چه ربطی داره؟ اینک دودیمو جا گذاشتم برام بیارش. آها بابا، مهند اینجاست. دارین میرین؟ آره، پیشا پیش سال نو رو به تبریک میگم. فکر نکنی از کادو میتونی در بری یا برگشتم ازت میگیرم. برگشتی میبینی که تو اتاقت آماده است. مهند، اگه با ما میومدی بهتر نبود؟ آره، حالا جات واسمون خیلی خالی میشه. منم به خاطر همین نمیام. ولی جدی میگم عمو جان، امسال اصلا حوصله جشن گرفتن ندارم. یعنی میخوای تنها بمونی درسته؟ من اینجوری خیلی راحت ترم.
شما برین، خدا به همراهتون. امیدوارم بهتون خوش بگذره. گفتم که خیلی عوض شده. ولی من اصلا از این مهند عاقل خوشم نمیاد. برو زود باش، بدو. خدافظ، عیدت مبارک. متشکرم. عیدت مبارک. عید شما مبارک. خدا نگهدار. قافلگیرمو نکنی پشی بیای، سال دیگه میبینمت. خیالتون راحت. خب ما که دیگه اومدیم. معذرت میخوام که منتظر شدین. وای، یه چیزی بالا جا گذاشتم. بگو برم بیارم. نه شما برید، الان میام. چی کار کنیم دیگه؟ خیلی خوب. چرا با هم خداحافظی نکردی؟ خداحافظ. خوش بگذره. صد سال به این سال ها؟ یک سال گذشت. یک سال پر از اتفاقات مختلف. اولش فکر میکردم که عشق زندگیمو پیدا کردم، اما برای اولین بار گول خوردم. کافیه. خواهش میکنم. ولی درس عبرت گرفتم. یاد گرفتم به آدمای دروغگوی مثل تو اعتماد نکنم. اونایی که به خاطر مصلحت خودشون صندلی از زیر پای دیگران میکشن. آرزو داشتم امسال زنده نباشم. مطمئن باش تا آخر عمر ازت کینه به دل دارم. سمر، دلت برام تنگ میشه؟ حسودت میشه کنار عدنانم؟ میدونم داری از قصه دق میکنی. این کادوی سال تحویل منه به تو. تا آخر عمر تو حسرت میذارمت. عیدت مبارک. پروازت کیه سهیلا؟ امروز. سهیلا خیلی دست پاچه شده. خدا امراش باشه. میخواد بره خونه برادر شوهرش. دخترم هم جمیله باش میره. آره. میرم سمر رو صدا کنم.
راحتی از سفر برگردم. انشالله. گوشی نهال خانم و لمیز خانم هم که خاموشه. شاید الان سر خاک باشن. دلم شور میزنه، یعنی دارن چی کار میکنن؟ چرا شما باهاشون نرفتین؟ امسال هر کی رفته یه طرف. به خودشون رب داره. سال دیگه ای نداری؟ نه ممنون. چی شد سایلا؟ پس دومادمون کجاست؟ الان زنگ زد گفت تو راهه. ولی داره خیلی دیر میشه ها؟ بهتره نگران نباشی. اگه به پرواز نرسیدین میتونی سوار یه قایق بشین و بری. استغفر الله. برو یکم آرایش کن و به خودت برس. میخوای با این قیافه بری؟ مگه قیافم بده؟ نه اصلا. خیلی هم خوبی، اما اگه میخوای بیا یکم آرایشت کنم. باشه بریم. سلیمان؟ از مهند بیک بپرس واسه سال تحویل برنامه خاصی نداره؟ ما باید تکلیفمونو بدونیم. باشه میرم میپرسم. شما واسه سال تحویل چه برنامه ای دارین؟ نمیدونم، هرچی آقا سلیمان دستور بده همون کارو میکنم. خب نظره چه یه مرخصی بگیری تا با هم خوش باشیم؟ چطوره؟ آرومتر، بعدن صحبت میکنیم. من همینجام، هر وقت بخوای در موردش حرف میزنیم. ببخشید مزاحم شدم؟ نه بفرما. میخواستم ازتون بپرسم واسه یه سال تحویل برنامه خاصی دارین؟ نه. چطور مگه؟ آخه همونطور که میدونین سهیلا و جمیله دارن با کاپیتان رضا میرن سفر. الان بقیه هم مرخصی میخوان. بهشون بدم؟ بهشون بده. اگه قرار شما بیرون خونه باشین که مشکلی نیست، ولی اگه قرار خونه بمونین شاید بخوام مهمونی. نه آقا سلیمان، بهشون مرخصی بده. میخوام تنها باشم، یعنی نه مهمونی هست و نه جشن. اگه بخوای تو و شهیر خانم هم میتونید برید مرخصی. نه نه خیلی ممنون آقا، ما امشب با همینجا میگذرونیم. هر جور که راحتی. انگار خیلی پکری. خدا کنه نهال زودتر برگرده تا سال تحویل و با هم باشین. خدا رو چه دیدی؟ خدا میدونه. شاید انشالله انشالله زودتر برگرده. آقای کورتون مرد خیلی آرومی بود. سال گذشته به این ساختمان اساس کشی کرد ولی زیاد اینجا نموند. چون به ایتالیا سفر کرد خونه خالی موند. چرا؟ نمیدونم. همونطور که گفتم آروم بود و حرفی نمیزد. تازه فهمیدم که یه دخترم داره. اینجا زندگی میکرد. ممنون. کلید پیش شما بمونه. اگه چیزی خواستین به هم بگید. ممنون، لطف داری. خونه خیلی وقته که خالی.
پیپم میکشید. هیچ کدوم از تابلوهاشو به دیوار نزده. معنیش اینه که اونا رو میکشید و میفروخت تا زندگیش بگذره. این عادلانه نیست نهال. این همه مدت گم شده بود، حالا که مرده پیداش کردم. خیلی سوال ازش داشتم. چرا الان پیداش کردم؟ راست میگی، عادلانه نیست. آرزو داشتم امسال زنده نباشم، تا آخر عمر ازت کینه به دل دارم. اتفاق هیچ وقت پیش نمیاد، بهت قول میدم. نرو، همینجا بمون، هیچ کس نمیتونه جلوی ما رو بگیره. حرف بزن، بگو دوستم داری، بگو مهند. خوشتی؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ من که کاری نکردم. میبینم که آرایش کردی، کجا به سلامتی؟ هیچ جا. یالا دیگه شهیر خانم، سفره آماده است. تو هنوز نرفتی؟ وای، امشب میخواییم با هم تنهایی شام بخورین؟ کاتیا خانم، داری مرخصی تو عروم میکنی، بهتره که هرچه زودتر بری بیرون. امیدوارم بهتون خوش بگذره. ممنون. ممنون، خداحافظ. خیلی فضوله. بفرمایی خانوم، امشب و ما در بستر اختیار شماییم، شما فقط دستور بدی. خیلی ممنون. تو هم خیلی خوشگل شدی خانوم، مثل یه دست گل شدی.
تو لطف داری. خوش اومدی. تو الان کجا بودی؟ کار داشتم. ماشین کیه؟ مال خودمه. ماشین داشتی و من خبر نداشتم؟ تو هنوز چیزی از من نمیدونی. خب بگو بدونم تا کم کم بشناسمت. چرا عجله داری؟ بله. الو، اونجا قصر زیاگیله؟ بله بفرمایید. سلام، من یلمازم، مهندس کشتی که بشیر الشتیر تو اون استخدام شده. چی؟ بشیر الشتیر؟ مگه قبلا برای شما کار نمی کرد؟ چرا؟ ببخشید صداتون رو نشنیدم، اتفاقی واسش افتاده؟ متاسفانه حالش زیاد خوب نیست. ببخشید من با کی دارم صحبت می کنم؟ من مهند خزندار هستم، پسر برادر ادران زیاگی. خوشبختم آقا. واسه بشیر چه اتفاقی افتاده؟ ما تو راه دریا بودیم که یه دفعه بشیر حالش به هم خورد. اونجا توقف کردیم. الانم با آمبولانس به بیمارستان منتقلش کردیم. الان حالش بهتره؟ دقیقاً نمیدونم. تبش خیلی بالاست. دکترش که میگه وضعیت ریه‌اش اصلا تعریفی نداره. همش داره خون بالا میاره. ای خدا. ما مجبوریم همینجا بستریش کنیم و بریم. راستش باید به راهمون ادامه بدیم. به خاطر همین گفتم شما رو مطلع کنم. شما شماره ای از خانوادهش ندارین؟ تا جایی که من میدونم اون کسی رو نداره. متوجه شدم. باشه، من از اهالی خونه میپرسم، شاید کسی چیزی بدونه. معذرت میخوام، من این شماره رو از گوشیش پیدا کردم. به من گفته بود که قبلا اونجا کار میکرده. خیلی خوب، باشه، میتونم شماره تلفن شما رو داشته باشم؟ خب برای اینکه با هم در تماس باشیم میگم. باشه باشه، حتما یادداشت کن. یه لحظه صبر کنی. بگی صفر و سه. باشه، ازتون ممنونم. وظیفم بود آقا، نمیخوام زیاد نگرانتون کنم، ولی بشیر اصلا حالش خوب نیست. یه نفر باید حتما کنارش باشه، باید ازش مراقبت کنه. باشه، من پیگیرش میشم. ممنون، زحمت کشیدی. واسه تون آرزوی موفقیت میکنم. خواهش میکنم، شبتون بخیر. سلیمان واقعا خوشمزه است. نوش جونت عزیز دلم، واسه تو آهوی قشنگم درست کردم. مهندس بیک اومد. بفرما آقا. نوش جون. بفرما عزیزم. نه ممنون، غذا تازه و گرمه، خیلی خوشمزه است. خواستم خانومم رو واسه شام دعوت کنم. خودت که میدونی ما حوصله بیرون رفتن رو نداریم. کار خوبی کردی. بیا با ما شام بخور. نوش جونتون. نمیخوام شبتون رو خراب کنم، ولی الان تلفنی به هم خبر رسید که خیر باشه. بشیر حالش خیلی بده.
عدنان گوشی داره زنگ میخوره. عدنان بلند شو. الان جواب میدم. بله بیدارت کردم بابا. مهم نیست. شما چی کار میکنید؟ الان دیدم به هم زنگ زده بودی. زنگ زدم حالتونو بپرسم. پس برید بخوابین، بعدن زنگ میزنم. حال لمیز خانم چطوره؟ یکم بهتره. وقتی بیدار شدم دیدم رفته پیاده روی. ولی چرا دروغ بگم، 4 روزه که نخوابیده. همه یه وسایلای شخصی پدرشو میگشت و بوس میکرد. هنوز تو خونه این؟ آره خونه پدرشی. خیلی دلم واسش میسوزه. لوازم پدرشو لمس میکنه، میخواد بیشتر بشناستش. لباساشو بو میکنه، میخواد خودشو پیدا کنه. بیچاره حالش زیاد خوب نیست. آها اومد. بهش سلام برسون. باشه بابا. سلام برسون. سلام میرسونه. خب دیگه مزاحم نمیشم، برو بخواب. تا فردا. امروز من و مادمازل کلی حرف داریم. چی برمیگردین به استانبول؟ هنوز معلوم نیست. دلم واسه تون تنگ شده. منم همینطور. خدا نگهدار. خدافظ. خبر تازه‌ای از بشیر نشده؟ نه، نهال بود. الان یه صبونه خوشمزه آماده میکنم. بوی قهوه داره منو میکشه. پیاده روی یکم حالتو بهتر کرد، درسته؟ میخوام بهت یه چیزی نشون بدم. بیا. گم شدم و پیدا کردم. من دیشب پدرم رو پیدا کردم. اینا نامه های شماست؟ نامه های مامانه. همه رو جمع کرده، هر جا می رفته با خودش می برده. همه این نامه هاشو تو آخرین روز عمرش جمع کرده. نگاه کن. این شمایی؟ لمیز در سن 3 سالگی عکس منو پیش خودش قایم کرده. اینجا رو نگاه کن. اینا جای قطره های عشق مامانمه. خیلی عالیه. الان دیگه هیچ گم شده ای ندارم که دنبالش بگردم. خیلی خوشحالم. همه خاطره هم تازه شد. از اینکه خوشحال شدی خوشحالم. بشیر. نه حال. خیلی دوست دارم. تو راست میگفتی عزیزم، من نتونستم عشق تو رو درک کنم. همه چی درست میشه. خیلی دوست دارم. منم دوست دارم.